الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين منتجبين سيما مولانا ومقتدانا الكهف الحسين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي وروح العالمين لتراب مقدم الفضاء واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومخربي شريعتهم ومبغزيهم ومبغزي شيعتهم من الآن إلى يوم الدين. السلام عليك يا وعلى الروح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقدیم به روح مقدس سالار شهدا و اصحاب عزیزش بلند صلوات خط کنید. از آقا علی علیه السلام سائلی سوال کرد: آقا جان، چرا بعضی ها از مرگ می ترسن؟ این علتش چیه؟ فرمود اونایی که از مرگ می ترسن از خودشون می ترسن. مرگ یه چیزیست که انسان را از زندان آزاد میکنه. او کسی که 20 سال تو زندان انفرادیه بیان بگن آقا آزاد شدی، ای باید بشینه گریه کنه بلرزه. مرگ وسیله آزادی است. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا بگیرم
همچه جانش تنگ تنگ، اونایی که از مرگ میترسن از مرگ نمیترسن، از اعمال خودشون، چون کرده ها دم جون دادن میاد جلوشون، میبینن ای داد کجا باید برون. در یکی از جمله ها امیرالمومنین میفرماید یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعظاما لموت قلوب احیائهم. اونایی که راه خدا را سالکن، آن به آن متوجه خودشون هستن، نکنه دل زنده اونا بمیرد. تن وقتی که هستی ازش جدا میشه مثل سنگه، میکنن زیر خاک، اما زنده رو که خاک نمیکنن، زنده رو میبرن بالای قصرها. بلال وقتی میخواد جون بده، زنش نشسته بود میزد تو سرش، گفت چرا خودتو میزنی؟ گفت آخه امشب غریبی میروی، از تبارخیش غایب میشوی. گفت ضعیفه بشین، بلکه امشب جون من میرود خود از غریبی در وطن. تا حالا اینجا من غریب بودم. غریب یعنی کسی رو نمیشناسه، کسی هم اون رو نمیشناسه، تک. گفت بلال به زنش گفت امشب میرم وطن. گفت رویت را کجا بینی ما؟ گفت اندر حلقه خاص خدا. بلال به زنش گفت اگه خواستی منو ببینی، من بغل دست پیغمبرم. پیغمبر فرمود اگر کسی احب شجرن حجرن حشره الله معه، تو دنیا به هر چه علاقه داشتی محشور میشی به محبوبت. من عاشق پیغمبر بودم، پیش پیغمبرم. پس از مرگ نباید ترسید، از خودم باید بترسم، از اعمال زشت خودم باید بترسم، از رفتار و کردار خودم باید. که الان میروم در محکمه چه کار کنم؟ چه کار کنم که منو خاک کردند و میروند؟ یه نفرم نیست به داد من برسه. منم و عمل من مجسم میشود. مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه تو کتاباش یه عرشب کتاب کوچیک منازل الاخره نوشته است، مواقف حرکت را تا رسیدن به مقصد. میگه جون وقتی به گلو میاد، اینجا اول منزله، بعدن شد قالب تویی کرد میبرنش برای غسل دادن، بعدن کفن میکنن، نماز میگذارن، میبرنش قبرستان. مرحوم عاشق عباس مینویسند که در تخت فولاد اصفهان یه کسی رو دفن کردن، یه نفری هم صاحب نظر برزخی است، یعنی میشه آدم اینجا آدم بشه برزخ رو ببینه. برزخ همینجاست اما پشت چشم ماست، پرده رو بردارن همینجا من دارم میبینم. این که نشسته تماشا میکنه دیده برزخ بین داره. میگه یک وقت دیدم قبرستان خوشبو شد، یه جوان خوش لباس معطر زیبایی آمد روی قبر ایستاد رب پایین. بعد از ساعت دیدم قبرستان متعفن شد، بوی بد مرداری دیدم، یه سگ گندیده‌ای
موها ریخته جربدار رفت پایین. حالا من برای منظره رو نگاه میکنم، یه وقت دیدم جوونه اومد بالا، دستای خونین و لباس پاره اومدم جلو، گفتم چی شد؟ گفت تا قیامت من باید انیسش باشم. این سگ آمد مرا بیرون کرد، تا قیامت چه اسرافیل به سور میدمد، انیس این آقا که زیر خاک این سگه. حالا ای زخم زبان بزن، هی وصله به چسبون، هی مردم رو آبرو ببر، هی سگ درنده باش، هی عقرب گزنده باش، هی مار گزنده باش، تو بمیری ول کنت نیستن، حساب داره زندگی. این سخنهای شما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. یه قدری قبل از نماز شب نیم ساعت نمازم نخوندی، نخوندی به عظمت افلاک، به آسمان و زمین، به شمس و قمر، به صبح و شب، اینا تو میاری؟ یا گردانندهی دارد اون کسی که این آفرینش را برای تو خلق کرده؟ حسابش درسته. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره. و من شوخی نکن با قرآن، شوخی با قول پیغمبر نکن، میکوبونه تو هم که چی به آسمان قدرتت برود، ازرائیل که آمد ذلیلی. معطل نکن، ماییم و قرآن و قال رسول الله و قال علیان قال صادق، کاری به کسی نداری. حکما چه میگوین، فلاسفه بر خودشون میگن. ما قرآن اطرد، اطرد قرآن و اتسمو به حبل الله. حالا جن آقا یه خورده این مردن را برای ما تابلو کن. تو علیس فرمود نمیشه، مشکله آقا. آخه بعضی ها نزدیکن مثل حمام ولش نمیکنن. یه خطبه یه حمام ولی یه جوانه، یه عاشق علیه، گفت سفلی المتقین. حضرت فرمود اتقلا، قانع نشدی، لم یقنه حمام. حضرت هم شروع کرد براش صفات صحابان تقوی رو گفتن، اینم از او قبیلی. گفت آقا جون دادن را برای ما وصف. فرمود مشکله، نمیشه. دستی به سبیلش بریش به جان من، تو که میدونی من قربانت میروم، برای من بگو. فرمود دو تا مصیبت بزرگ است، یکی کسرت فوت، یکی کسرت موت، یکی حسرت فوت. این دوتا را آقا به این جوان تابلو کرد، دم جون دادن، کسرت موت. گوه ها کسرت موت یعنی چه؟ فرمود وقتی جون میخواد از بدن بیرون بیاد، از بون هر موی ناله بلند است. خدایا به این حسینی که خیلی دوستش داری و اصحابش جون دادن را به ما آسان، اول راحتی ما قرار بده. میگه میفرماید وقتی میخواد بیرون بیاد، جدا بشه، از هر بون موی ناله بلند است. درد چش کرده پیغمبر میاد عیادتش، چون خیلی آقا درد چش میکرد.
بیقراری میکرد. پیغمبر فرمود علی چته؟ بابا خیلی درد میکنه. فرمود گوشان، اسرائیل وقتی جون میگیره اگر آسمان ها را روی پایه بگذاری روی حدقه چشم بگردانی آسان تر است برابر جون دادن. نوشتن علی نشست که آقا یه بار دیگه بگو درد ندارم. یعنی اعتقاد علی به پیغمبر اینطوریه، میگه وقتی حضرت تابلو رو نشون داد میگه آقا یه بار دیگه بگو من درد رو فراموش کنم. حیوان زنده را چطور بوس میکنن؟ فرمود چون دادن مشکل تر است. شد حسرت فوت چیه؟ فرمود حالا میفهمه چه کارها نکرده است. ای داد جوانی گذشت، ای داد فرصت رفت. آقای اسرائیل ممکن است من تمام دنیا را به شما بدم، 2 دقیقه مهلت بدیم؟ میگه گرونه، نمیشه. امام میفرماید هستی دنیا را بهش بدیم مهلت به تو نمیده. چرا؟ اونا که تو مردشو خونه غسل میدن و چشم میت بازه سوال میشه از امام که بعضی ها چشمشون بازه، بعضی ها چشمشون همه. مردم میگن اونا که چشمشون بازه آدم های خوبی هستن، اونا که چشمشون همه آدم های برمود. اینا نیست. اسرائیل مهلت نمیده چشم هم باز بشه، مهلت نمیده چشم باز هم بره. کلید رو زد، تمام شد. حالا اشک حسرت میریزه. دیدی محتضر اشکش میاد برای شما و ناله شما رو که گوش نمیده. اول گوشش کر میشه، بعدش هم چشمش کور میشه، آخرش جونشو میگیرن. تو خیال نکن چشمش بازه تو رو بینه، نخیر. بینایی اول گرفته میشه، شنوایی بعدش گرفته میشه، بعدش جون میده. ای مردم غافل نشوید. میفرماید خیال کن تو رو چال میکنن، یه قدری تنبو. یادتونه پیرمردا قبرستان که میرفتن آرام نداشتن، زار میزدن تا برگردن تسلیت بدن. اما غفلت به اندازه مردم رو میگیره که مرگ را میبینن و تکونم نمیخورن. حالا یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم. مردم دنیا رو میبینن که مردن جسم براشون خیلی عظیمه و اونایی که آدمن میترسن دل زنده اونها بمیرد. اینو امشب براتون آقایون گفتن. جوانهایی که از راه دور و نزدیک اومدن به منبر امشب شکل توجه داشته باشن. یه دسته ای از اول خلقت تا آخر خلقت اینا گل سر سبد آفرینش شدن و اطراف امام حسین خوابیدن تا روز قیامت هم آقای همه انبیا، آقای همه اولیا، سعادت پیش اینهاست، هستی پیش اینهاست. حالا گوش کن. فرمود در باره اصحاب حسین وقتی که پیغمبر او را میبوسید میگفت وه وه حسین، تو اصحابی داری که زخم نیزه و شمشیر را حس نمی کنن. این وصف اصحاب امام حسین. کتابا را برداری
یه آدرسم بهتون میدم، منتخب و تواریخ میرزا هاشم خراسانی، یک یک اصحاب را فضائل و مراتبشون را از قول پیغمبر و علی و امام صادق و زین العابدین آورده نگاهشون کنی. اگه این کتاب رو دیدی دیگه حاضر نیستی بگن شهید ما، شهدای ما. مرحوم امینی عرض شد در باره شهدای فضیلت کتاب ها نوشته است، برید نگاه کنید. اون صاحب لمعه شهید اول، صاحب شرح لمعه شهید دیگه، یا دیگران که در راه این مذهب از سیم خاردار سنی ها سوراخ سوراخ شدن. مرحوم امینی صاحب القدیر همه را جمع کرده، برو اونجا بخون، ترمز کن و از این الفاظ را نرون، که یه وقت میبینی مورد غضبی دیگه هرچه ناله بزنی مریضت هم خوب نمیشه، سرطانیت هم خوب نمیشه، گرفتاریت هم اصلاح نمیشه. من به شما میگم اگر کسی حدیث قال رسول الله را زیر پا دید بلند نکرد نبوسید، این گرفتار میشه، غم و غصه میاد گرفتارش میکنه، زن و بچهش گرفت، خودش هم نمیدونه. یا من تا که کار نشدم تو نمیدونی. بی اعتنایی به آیه قرآن، بی اعتنایی به اسم علی، حتی میفرماید اسم فاطمه را دیدی باید احترام کنی، خدا اینا را طاهر خلق کرده. ای آقا ولش کن، خیلی ولش کن، تو هم ولش کن، کجای کاری؟ مرد تربت امام حسین میندازه جلوش، این مثل قرآن دستور داره بابا، باید ببوسی، به چشمت بکشی، یه دستمال کوچیکم همیشه داشته باشید، یعنی نمازی که میخوای بخونی و رو به خدا میخوای بیستی دستور ندادن به تو که با چی سجده کن، چگونه بیست، چگونه منظم. و حتی علی به کمیل میفرماید وقتی برای هم ایستاده ای مثل سرباز سینه تو بده چلو، منظم دستارم بغل، چشمارم به پیچ روی این مهری که جلوته به یمین و یسار. علی به کمیل دستور میده ترس نماز خوندن را. فرمود اصحاب حسین به جایی رسیدن که زخم نیزه و شمشیر را حس نمی کنن. وقتی شب عاشورا آقا مرخصشون کرد فرمود فردا کسی به شما کار نداره، تا شبه پاشید بروید، من بیعتم را از شما برداشتم، فردا همه تون کشته می شوید. یه مرتبه گفتن الحمدلله، صداشون چه بلند شد، یعنی اینا از این قماشن که علی اصغرشون هم شاعر میگه اون که بر مرگ زنت خنده علی اصغر توست. یه مامور میاد عقبت خش میکنی، زنت میگه برو قایم شو، او وقت ترک عیال و زندگی و خانه و همه رو بکنن به علم به این که فردا قطعه قطعه می شوند، جلو امام حسین میگه الحمدلله. وقتی عباس را مرخص کرد فرمود عباس دست خواهرها را بگیر تا شب بروید، میخواد بگه دنیا من حسینم، منو بشناسید، اصحاب منم اینا هستن. یه مرتبه عقب رفت و پشت خیمه زانوشو زد به زمین و
خودشم زد به زمین و اصحاب اومدن دورش. حبیب آقا، آقا حالت، آقای حرفی زده و حسین عباس را میرانی؟ من برادر تو نیستم، من غلام تو هست. آخر به زینب خبر دادن که عباس داره خودشو میکشه. زینب از خیمه زنها، عباس، عباس آرام بگی. گولم کن زینب، حسین غلامش را روند. همه نوشتن بردم شب عاشورا از ها از دو انگشت امام حجت خدا یکی یکی نگاه کردن، امکنه خود را دیدن، به همدیگه بشارت دادن. این فضیلتیست از اول خلقت تا آخر خلقت، برای هیچ کس نبوده مگه برای اصحاب امام حسین. دیدن مکانشون را، شروع کردن مزاح کردن. به بوریر گفتن تو که اهل مزاح نبودی؟ گفت مگه ندیدی آقا نشون داد؟ چش روی هم گذاردن، همان کنار پیغمبر، همان من سلکت طریق الوازه ورد الما. هر کس راه علی را قدم گذارد در حیات ابد، یعنی اونجایی که فنا ندارد، نیستی ندارد، چون دادن همان کنار پیغمبر نشستن همان. این یکی از خصائص دیگر اصحاب امام حسین. دیگه اصحاب امام حسین را اسرائیل جون نگرفته است. شیعه، سینه زنا، زنجیر زنا، خاک نشینهای سفره امام حسین. برید بردارید کتابها رو نگاه کنید، اصلا در قبض ارواح اینها هیچ ملکی دخالت نداره مگه خدا، ذات اقدس حق قبض کرد ارواح اونها را و آب حیات. آب حیات یعنی اون آبی که هستی ابد براشه. ملائکه آوردن دیشب کنار بدنها، اینها رو غسل دادن، بعدن بزرگان به اینها نماز گذاردن، حله های بهشتی براشون آمد. با چشم دل ببیند پیغمبر که آمد به زیارت اینها، میخواست به انبیا بگوید فدایان حسین من همینم. حالا تو مردی که با این حسین میجنگی، قلمت بشکنه، دستت بشکنه، اونا که کمکت میکنن خدا سرطانشون بده، اونایی که خوششون میاد، اینا کیان؟ جندیده های مادی، جندیده های فرو رفته به دنیا. مردمی که وای منبر منه، چقدر دستور برای روز جمعه اومده از اول آفتاب جمعه تا غروب، اینقدر برای ما امام دستور داده است که نمیدونی. یکیش دعای عرش عشرات است که امیرالمومنین به امام حسین گفت اگه عهد میکنی به غیر اهلش نگویی یادت بدم عصر جمعه دعای عشرات. کبریت احمر مردم نمیدونن چیه. و پیچه رادیو رو پیچه تلویزیون رو هم کرد خنده خنده خنده. یکی از اون چیزهایی که دلتون رو میمیراند خنده است مردم. شب معراج خطاب آمد حبیب من ابغض دنیا و اهلا. گفت خدایا اهل دنیا کیانن؟ فرمود زیاد میخورن.
زیاد میخوابن، زیاد میخندن، در معصیت پهلوانن. در اینا خدا به پیغمبر شب الان وقتی نگاه میکنه میبینی همه فقط جوندارا شماهایی. خدایا به این حسین و زینب ما را از در خانه امام حسین جای دیگه نفره. مهر او را آن به آن در دل ما زیاد کن. دست ما را از دامنش کوتاه نکن. پس این یک خصائصی است که برای شهدای کربلا. طاهرون شمایی، کی میگفت؟ جابر. مهدیون شمایی، کی میگفت؟ جابر. میگفت شما کسانی هستید که شیعت اللهید، شیعه خدایید. اینا خطاب به همین غلام سیاه و همین پیرمردا و به همین زن نصرانی، اینا رو از طرف خودش آمده به مردم نشون بده. پاشید یه فکری بکنی. باقی حرفا میخوام یه خورده برای بی بی گریه کنیم. آره شب عاشورا پاسبان حرم زنها عباس بود، قدم میزد برمیگشت که وقتی امام حسین آمد و عباس اون چشم هایی که از ترس تو به خواب نمیرفتن امشب همه بخوابن، یعنی اونایی که از تو میترسیدن سراغ زینب و بچه ها نمی آمدن حالا امشب همه راحت میخوابن. او چشمایی که به پشت امنی تو میخوابیدن دیگه خواب ندارن. میدونید دیشب تا صبح زینب نخوابید، بچه ها نخوابیدن، همه میلرزیدن، منزلشون روی خاک بود. یه حسیرم زیر زین العابدین بود، اونم بردن، کفش بچه هارم بردن، گوشواره گوش یه دختر را کندن. این مصیبت به یه مجلس ها درست نمیشه. باید او رو عریان بشی، تو خونت بشینی زار بزنی، بچه هات هم بگی بشینن گریه کنن. زینب بلند میشه نگاه میکنه، بلند میشه نگاه میکنه، نکنه الان دشمن بیاد. یه وقت دید یه سیاهی از اون دور میاد، فورا آمد جلو. آی کجا میای؟ ما کسی رو نداریم، ما مرد نداریم، ما بچه هم نداریم، کجا میای؟ جواب نمیده. رفت جلو. آی سیاهی تو رو به خدا نیا، بچه ها ما میترسن. آخر صدا بلند کرد، زینب نترس، من مادرت فاطمه. اومدم کمکت کنم. دلش آرام گرفت، فهمید چه خبره. یه خورده اسرار را به زینب گفت و دلداری داد و رفت. حالا از کجا بگم؟ از دیشب بگم یا از امروز؟ شبی که علی را توی قبر گذاشتن، فرمود حسن جان وقتی مرا تو قبر گذاشتی پرده رو بلند کن، من تو قبر نمیبینی. چون قانون این است، وصی پیغمبر که بمیره جسم و جانشو میبرن پیش پیغمبر، گزارش مدت ماموریت رو میده، دوباره برمیگرده. امام حسن و امام حسین هم ایستادن که یه وقت پرده رو بلند کردن، بدن علی تو قبر نیست.
منادی ندا داد حسن ابن علی وحشت نکن، الان بابات پیش پیغمبر داره گزارش میده که امت بعد از او با او چی کار کردن. این قانونه. اما در باره امام حسین این قانون نیست. بدن را نمی برن پیش پیغمبر، پیغمبر میگه خودم میخوام بیام. از بالا سر پیغمبر تا زیر عرش انبیا بودن، ملائکه مقرب بودن، خیلی قوغا بوده. اول مجلس عزا به دستور پیغمبر برای حسین در قتلگاه، بعدش مجلس زینب توی قتلگاه. همه این مجالس ریشش اونجاست. پس هر کس سرطان داره، هر کس گرفتار داره، هر که پریشون داره اینجا زانو بزنه، اینجا دست گدایی دراز کنه. نشستن دور بدن، بعضی ها نوشتن آقا نیم خیز بلند شد، روزه خون با جلوی بریدش. بعضی ها نوشتن پیغمبر دستشو دراز کرد خانه خولی، سر بریده رو آورد وصل کرد به بدن، آقا شروع کرد روزه خوندن. السلام علیک یا جدا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا امه، السلام علیک یا خل حسن یا جدا، قتلوا والله رجالنا، به خدا همه یاورامو کشنه. ذبحوا والله اطفالنا، یا جدا بچه های کوچیک ما میکشتن. عربو والله خیامنا، من که نمیخونم امام حسین میخونه. صداتون رو جلو آقاتون بلند کنید، خاموش نباشید. یا جدا سبعو والله نساءنا، یا جدا زینب و اسیر کرد، ای اما چه کار کرده نمیدونم، چطور روزه خونده نمیدونم. یه مرتبه پیغمبر گفت حسین حسین حسین، جیگرم پاره شد، دلم پاره شد، بسه. یه مرتبه حضرت زهرا جلو اومد گفت بابا به من اجازه بده دیسوانمو به خونش رنگین کنه. آی زنای پشت پرده، فرمود زهرا چون تو گیسوان رنگین کن، من و علی و حسن محاسن رنگین کنی، فردا شفاعت گناهکارها با خون حسین شود،
زهرا اجازه گره آمد جلو، همچین که اومد دید دست نداره، گفت بابا دستشم برید.